در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. کانال سوئز از زمان افتتاحش در سال 1869 به یکی از مهمترین گذرگاه‌های جهان برای تجارت بین‌المللی خودنمایی کرده. پیش از ساخت این کانال، یک کشتی مسافرتی از لندن به مقصد هند باید تمام مسیر را از میان اقیانوس اطلس برای دور زدن آفریقا می‌پیمود و پس از آن از طریق اقیانوس هند برای رسیدن به مقصد اقدام می‌کرد. پس از احداث این کانال تنها لازم بود که کشتی‌ها در ابتدا وارد کانال مدیترانه شده و سپس به ترتیب از کانال سوئز، دریای سرخ، دریای عرب عبور کنند تا در مسیر هندوستان قرار بگیرند. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. طول این مسیر نسبت به مسیر قبلی پیرامون آفریقا 80900 کیلومتر کاهش یافته. این مسیر قوانین کره زمین رو به طور کامل و برای همیشه تغییر داد و امکان تجارت بین اروپا و آسیا رو با سرعتی که هرگز پیش از آن تصور نمی‌شد فراهم کرد. اما اگر به هر دلیلی کانال خراب شود و یا اینکه از کار کردن باز ایستد و کشتی‌های تجاری مجبور شوند به روش قدیمی یعنی پیرامون آفریقا رفت و آمد کنند، پیامدهای آن برای تجارت بین‌الملل مطمئناً بسیار فاجعه بار خواهد بود. اما این مورد دقیقاً یک بار در دهه 1960 اتفاق افتاد. در آن زمان مصر با همسایه خود یعنی اسرائیل رابطه خوبی نداشت. تنش بین این دو کشور گاهن شدت می گرفت و هر دو طرف در این شرایط نابسامان خود را برای جنگ آماده می کردند. صبح روز پنجم ژوئن سال 1967 15 کشتی باری از سوی مدیترانه وارد کانال سوئز شدند تا سفری 12 ساعته رو تا رسیدن به آن سوی کانال یعنی دریای سرخ آغاز کنند. هیچ یک از آنها نمی دانستند که این سفر 12 ساعته تقریبا 8 سال به طول خواهد انجامید. این بدترین ترافیک کل تاریخ بشر بوده. اسرائیلی ها یک حمله هوایی غافلگیرانه علیه مصری ها در منطقه اطراف کانال پیریزی کردند. در این هنگام ناگهان کانال مملو از آتش و بمب‌های پرتاب شده از سوی هواپیماها شد و در طی چندین ساعت مرگ و خونریزی دولت مصر دستور بسته شدن کانال سوئز را صادر کرد و آن 15 کشتی را مجبور به توقف تا اطلاع ثانوی کرد. اما تنها پس از 6 روز جنگ اسرائیلی ها پیروزی قاطعی کسب کرده و کل شبه جزیره سینا را فتح کردند. مرز جدید بین مصر و اسرائیل عیناً به خود کانال سوئز تبدیل شد و مصری ها مایل نبودند که اسرائیلی ها از این کانال استفاده کنند. مصری ها تصمیم به خراب کردن آن گرفتند تا جایی که هیچ کس نمی توانست از آن استفاده کند. آنها کشتی های موجود در دو سوی شمالی و جنوبی را غرق کردند تا راه های ورودی و خروجی به کانال را مسدود کنند. همچنین آنها پل ها را تخریب کردند و حدود 1 میلیون مین بر روی هر آنچه که باقی مانده بود کار گذاشتند. تا اطمینان حاصل کنند که هر گونه تلاش برای استفاده از این کانال عملا خودکشی بوده و بنابراین 15 کشتی باری بیطرف که در تاریخ 5 ژوئن وارد کانال شده بودند در بد وضعیتی بین ارتش مصر در ضلع غربی و ارتش اسرائیل در ضلع شرقی اسیر شدند و بدون هیچ امیدی به خروج از کانال از قسمت شمالی یا جنوبی 14 تا از این کشتی ها در دریاچه نمک بزرگ نزدیک به خروجی جنوبی لنگر انداختند و خدمه چاره‌ای جز صبر و تحمل این شرایط نداشتند و 8 سال برای خروج از این وضعیت انتظار کشیدند. بار دیگر کشتی ها مجبور بودند تا با دور زدن آفریقا مسیر قدیمی بین اروپا و آسیا را طی کنند که این کار مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری بود و در نتیجه هزینه کالاها در سرتاسر جهان افزایش یافت و تدابیر تجارتی کشورهای خاصی به ویژه کشورهای واقع در جنوب شرقی آسیا یا شرق آفریقا در هرج و مرج مطلق به سر می‌برد. برای مثال برای پیمایش فاصله بین سودان تا ایتالیا در صورت باز بودن کانال تنها لازم بود که کشتی ها مسافت نسبتا کوتاهی را بین بندر سودان و ناپولی دقیقا از میان مصر پشت سر بگذارند. اما با بسته شدن کانال کشتی های تجاری باید مسافت بسیار طولانی را طی می کردند. این مسیر طولانی شامل ورود به دریای سرخ در اقیانوس هند به سوی رأس جنوبی آفریقا و سپس عبور از اقیانوس اطلس از طریق تنگه جبل الطارق و نهایتاً ورود به دریای مدیترانه پیش از رسیدن به منادر میشد و تمام این مسیرها باید برای بازگشت به خانه مجدداً طی میشد. در حالی که دنیا با این چالش‌های لجستیکی جدید دست و پنجه نرم می‌کرد، 15 کشتی و خدمه آنها در این کانال گرفتار شده بودند و 14 تا از آنها شامل 4 کشتی انگلیسی
روسی، دو کشتی آلمانی، دو کشتی سوئدی، دو کشتی لهستانی، یک کشتی فرانسوی، یک کشتی بلغاری، یک کشتی از چکسلواکی و یک کشتی آمریکایی در دریاچه نمکی گرفتار شدند. وقتی که خدمه پس از ماها و ماها توقیف شدن کشتی ها در سرزمین بلا صاحب بین دو ارتش متخاصم حد زدند که ممکن است مجبور باشند تا مدتی در این مکان بمانند، خدمه و شرکت های هر 14 کشتی تصمیم گرفتند همه کشتی ها را به 3 گروه دسته بندی کنند. آنها اغلب ملوانان را به خانه فرستادند و یک خدمه 10 نفره را برای هر گروه جهت انجام وظایف تعمیر و نگهداری از کشتی ها در آنجا باقی گذاشتند. بدیهی است که هیچ کس نمیخواد زندگی خودش رو برای همیشه در کشتی بگذارن. بنابراین شرکت ها خدمه خود را در قالب تیم های 10 نفره به صورت چرخشی هر 6 ماه یک بار عوض میکردند و با وجود اینکه آنها طرفین درگیر در جنگ سرد بودند، خدمه هر 14 کشتی صمیمیت بیشتری در طی 6 ماه استقرار طولانی مدت خود با یکدیگر پیدا کردند. خدمات کلیسایی هر یک شنبه برای کشتی آلمانی ارائه می شد. کشتی بلغاری مسئول پخش فیلم های شبانه بود. گزینه مورد نظر برای اجرای مهمانی ها کشتی سوئدی ها بود. خدمه فرانسوی باغچه کوچکی درست کردند و انگلیسی ها میزبان بازی های فوتبال برای عرشه بزرگتر خود و مسابقات قایق نجات در میان کانال بودند. آنها حتی المپیک 1968 دریاچه نمکی رو برای رقابت با المپیک جهانی واقعی جشن گرفتند. هر یک از طرفین مصری و اسرائیلی سعی در نفوذ در میان این خدمه برای جاسوسی از طرف دیگر داشت. در طول این سالها لایه زخیمی از ماسه های بیابانی بر روی تمام کشتی ها پوشیده شد و این کشتی ها به ناوگان زرد، یعنی کنایه از رنگ ماسه ها، ملقب شدند. پس از 6 سال انزوا و آتش بس در سال 1973 جنگ همه جانبه مجددا در پیرامون آنها شروع شد. این بار مصر بود که به همراه سوریه از شمال یک حمله غافلگیر کننده را علیه اسرائیل ترتیب دادند. ارتش مصر به داخل کانال یورش آورد و قبل از متوقف شدن توسط اسرائیلی ها به شبه جزیره سینا رسیدند و پس از آن اسرائیلی ها به مقابله با آنها پرداختند و مصری ها را تا درون کانال به عقب راندند. درگیر و دار حمله موشکی اسرائیلی، یکی از موشک ها به کشتی توقیف شده آمریکا اصابت کرد. یک هفته پس از جنگ سهمگین در سراسر کانال با تلفات فاجعه بار، سرانجام دو طرف با یکدیگر توافق آتش‌بس منعقد کردند که راه را برای ایجاد صلح نهایی بین دو کشور مصر و اسرائیل باز کرد و هر دو شروع به عقب نشینی کردند. پس از 6 سال جنگ و درگیری، کانال سوئز تبدیل به یک گودال راکت مملو از تجهیزات جنگی و مین شده بود که 2 سال به طول انجامید تا مصر این کانال را از تمام زباله‌های باقی مانده ناشی از جنگ پاکسازی کند. اما در تاریخ 5 ژوئن 1975، یعنی 8 سال پس از ورود کشتی‌های باری به درون کانال، سرانجام موعد خروج ناوگان زرد از کانال فرا رسید. اما تنها کشتی‌هایی که قادر بودند بعد از این مدت طولانی توقیف و کار نکردن آنجا را ترک کنند، دو کشتی آلمان غربی بودند که هر دو در میان استقبال 30,000 تماشاچی پس از سفر 8 سال و 3 ماه و 5 روزه به بندر خود در هامبورگ بازگردانده شدند. مصر و اسرائیل در عین حال شروع به عادی سازی روابط خود با یکدیگر کردند و پس از آن اسرائیل تمام شبه جزیره سینا را به مصر بازگرداند. صلح دوباره برقرار شد و کانالی که به مدت 8 سال به هیچ کجا راهی نداشت مجدداً باز شد و سرانجام طولانی ترین ترافیک تاریخ بشر به اتمام رسید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.